همه می دانند که بمباران قرارگاه های ارتش آزادی بخش ملی ایران در خاک عراق خلع سلاح مجاهدین کشتارهای پیاپی در اشرف خط فروپاشی مجاهدین از طریق تشکیل برید خانهی به نام تیف که به چراگاه اطلاعات و نیروی قدس تبدیل شد و چهارده سال حبس خانگی مجاهدین در اشرف و لیبرتی از عواقب همان لیست گذاری کذایی مضافن بر اشغال عراق در جنگی بیهوده بود که به دنبال تسلیحات کشتار جمعی موهوم در این کشور صورت گرفت. بازی چرکین و جنایتکارانی آخوندها از طریق معمورانی از قبیل چلبی و حکیم و دیگران ما کارهای آمریکا دو دهه زمان اضافی برای آخوندها و افزودن بر عمر دیکتاتوری ولایت فقیه در ایران بود. به خاطر همین بازی خوردنها و پمپاج اطلاعات غلط و گمراه کننده، رئیس جمهور آمریکا در بهمن گذشته بی آروف به دستگاه های اطلاعاتی این کشور اختار داد و گفت به نظر می رسد نفرات جامعه اطلاعاتی آمریکا وقتی صحبت از خطرات ایران می شود بی نهایت پاسیو و ساده لو هستند. آنها اشتباه می کنند. مراقب رژیم ایران باشید. شاید جامعه اطلاعاتی باید به مدرسه برگردند. رئیس جمهور آمریکا چند روز بعد به سراحت کار جهنمی جامعه اطلاعاتی آمریکا در عراق و این را که گفتند صدام حسین سلاح های اتمی و سلاح کشتار جمعی دارد زیر علامت سوال برد و گفت آنها ما را درگیر جنگی کردند که ما هرگز نباید وارد آن می شدیم. But I will say this my intelligence people, if they said, in fact, that Iran is a wonderful kindergarten, I disagree with them 100%. It is a vicious country that kills many people when you talk about torture and so many other things. Uh, President Bush had intel people. That said Saddam Hussein sure. in Iraq had nuclear weapons, had all sorts of weapons of mass destruction. Guess what? Those Intel people didn't know what the hell they were doing. And they got us tied up in a war that we should have never been in. And we've spent seven trillion dollars in the Middle East, and we've Do you lost trust lives. Your national security? <laughs> در مرداد 1381 یعنی هفت ماه قبل از شروع جنگ در عراق با افشای پروژه های اتمی و تسلیحات شیمیایی و میکروبی رژیم پلید آخوندی از جمله تأسیسات پنهانی در نتنز و عراق بازی رژیم در نسبت دادن تسلیحات کشتار جمعی به عراق و پنهان نمودن آنها در قرارگاه های مجاهدین را برملا کرد. به راستی دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای هیچ کس باقی نگذاشتیم. اما گوش مخاطبان بدهکار نبود. به راستی اگر مشکل تسلیحات کشتار جمعی اراق بود، بدون تردید جنگ جهنمی قابل اشتناب بود